آموزش نرم افزار سینما 4D. مدل سازی در نرم افزار سینما 4D. ابزارهای بسیاری در سینما 4D وجود داره که شما میتونید با بکارگیری این ابزارها به مدل سازی بپردازید، مثل ابزار پالیگان. در این بخش میخواهیم یکی از ابزارهای پرکاربرد در سینما 4D رو به شما معرفی کنیم که جهت مدل سازی مورد استفاده قرار میگیره. اسم این ابزار هایپر نروز هست که در اینجا با نام ساب دیویژن سرفیس مشاهده میشه که دارای آیکون سبز رنگ به صورت مکعبی شکل هستش. خب در اینجا نگاهی میندازیم به این ابزار و قبل از شروع ایجاد مدل بهتره بدونید که جهت مدل سازی اشیا و یا آبجکت های ارگانیک در سینما 4D باید از ابزار هایپر نروز استفاده کرد. این در حالیه که با استفاده از ابزارهایی مانند پولیگون در مدل سازی اشیای غیر ارگانیک استفاده میشه. هایپر نروز در سینما 4D نوعی خاص از آبجکت هاست که آبجکت های زیر مجموعه خودش رو تحت تاثیر قرار میده. برای شروع کار یک آبجکت به صفحه اضافه میکنیم که به عنوان مثال در اینجا ما نیاز به یک کیوب داریم. در ادامه میگیم که چرا حتما باید مکعب یا کیوب و در واقع اشیای 4 ضلعی، حداقل 4 ضلعی انتخاب بشه. همانطور که مشاهده میکنید آیکون هایپر نروز سبز است و این به این معنیه که مولد هست و برای نمایش اثرگذاری خودش حتما باید یک آبجکت رو زیر مجموعه هایپر نروز قرار بدیم. بنابراین برای استفاده از ابزار هایپر نروز روی مکعب سبز رنگ در این بخش کلیک میکنیم تا ابزاری با نام ساب دیویژن سرفیس به اینجا اضافه بشه و بعد از اون مکعب رو یا همون کیوب رو زیر مجموعه هایپر نروز قرار میدیم. با انجام این کار همونطور که میبینید شکل مکعب به دایره تبدیل میشه. ولی چه اتفاقی در اینجا افتاد؟ کلید وسط موس یا همون کلید اسکرو رو میزنم تا به پنجره چهار قسمتی وارد بشم. برای نمایش بهتر آبجکت ها در هر پنجره میتونید از منوی دیسپلی گزینه گارد شیدینگ لاینز رو انتخاب کنید که علاوه بر نمایش بهتر آبجکت خطوط گرافیکی برای آبجکت به نمایش در میاد که اجازه میده ما بررسی های لازم رو به خوبی انجام بدیم، که ما در اینجا این گزینه رو برای هر یک از پنجره ها انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید خطوط گرافیکی فعال هستش که اگه من به غیر از گارد شیدینگ لاینز یعنی گارد شیدینگ رو انتخاب کنم خطوط گرافیکی برای من به نمایش در نخواهد آمد. بنابراین من برای بررسی بهتر نیاز به گارد شیدینگ لاینز دارم. بعد از انجام این کار آبجکت یا در اینجا مکعب رو انتخاب میکنم به این شکل و برای تغییر شکل این آبجکت به شکلهای دیگه که لازم دارم میتونم با وارد کردن پارامتر یا همون اعداد مختلف در بخش سگمنت در محورهای مختلف مثل X, Y و Z این تغییرات رو روی آبجکت اعمال کنم. در ابتدا هر پنجره رو انتخاب میکنم و با زدن کلید H در صفحه کیبورد آبجکت رو در وسط تصویر قرار میدم به این شکل. آبجکت رو انتخاب میکنم و از بخش سگمنت به عنوان مثال محور Z رو عدد 5 یا 6 رو وارد میکنم. همونطور که میبینین شکل تغییر حالت داد و در واقع به یک استوانه تبدیل شد. حالا اگر من بخوام که این استوانه رو کوچکتر کنم و تغییر سایز بدم و به شکل یک کپسول در بیارم میتونم از بخش سایز و با تغییر عددی که در اینجا قرار گرفته این کار رو انجام بدم. شما با کار کردن و تمرینات بیشتر با ابزارهای این بخش در سربرگ آبجکت و بعد از انتخاب آبجکت مورد نظرتون میتونید با دستیابی به اعداد مختلف شکل‌های مورد نظر خودتون رو به راحتی ایجاد کنید. به عنوان مثال من محور Z رو عدد 400 قرار میدم تا در محور Z افزایش طول داشته باشم، یعنی به این صورت، و با وارد کردن عدد و کلیک در جای خالی این تغییرات روی آبجکت اعمال میشه و همین شکل که مشاهده می کنید. حالا اگر بخوام آبجکت رو در محورهای
وای و ایکس هم کمی کوچکتر کنم، میتونم این اعداد رو که به صورت پیش‌فرض 200 هست رو کمتر کنم و به عنوان مثال 120 رو برای هر کدوم وارد کنم. همونطور که میبینین شکل تغییر کرد و باز هم میتونم با کم کردن اعداد جهت کوچکتر کردن آبجکت یک کپسول رو در اینجا ایجاد کنم و همچنین با کوچکتر کردن اعدادی که در اینجا قرار گرفته میتونم اندازه رو هر چقدر که نیاز باشه کوچکتر و کوچکترش کنم به این شکل که در اینجا میتونید مشاهده کنید. یکی دیگه از قابلیت ها و در واقع امکاناتی که هایپر نربز در اختیار ما میذاره این هستش که شما اشکالی رو با رزولوشن پایین به وجود بیارین که میتونین با استفاده از ابزارهای پالیگون اشیایی رو با رزولوشن پایین رو ایجاد کنین و بعد با استفاده از هایپر نربز و در واقع نرم کردن بخش‌های گرافیکی و به عبارتی اسموس کردن این بخش‌ها رزولوشن تصویر رو بالا ببرید، که البته هر چقدر این افزایش رزولوشن بیشتر باشه رندرگیری سنگین‌تر خواهد بود و در نتیجه فشار بیشتری رو به کامپیوتر میاره. وقتی که آبجکت رو در اینجا انتخاب کنید در این بخش ابزاری رو مشاهده می‌کنید که دو بخش اصلی به نام ساب دیویژن ادیتور و ساب دیویژن رندر هستش. به عنوان مثال اگر من عدد ساب دیویژن ادیتور رو 1 قرار بدم و عدد ساب دیویژن رندر رو 3 یا 4 قرار بدم، به این معنی هستش که در ازای هر یک بخشی که در بخش ساب دیویژن ادیتور وجود داره 4 تقسیم و یا 4 بخش در بخش ساب دیویژن رندر وجود خواهد داشت. همونطور که می‌بینین این تاثیرات در آبجکت هم به خوبی قابل مشاهده است. ولی موضوعی که در اینجا وجود داره این هستش که آبجکت هنوز به صورت کامل گرد نیست. هدف ما در اینجا این هستش که یک کپسول کاملا استوانه‌ای و به صورت دایره‌ای ایجاد کنیم و در واقع دارای گوشه‌های شکسته نبوده باشه. یکی از راه‌ها برای در واقع تغییر دادن این حالت که به صورت چند ضلعی هست و تغییر این آبجکت به دایره کامل و در واقع هدف ما در اینجا استوانه هستش، استوانه کامل، میتونیم در بخش ساب دیویژن ادیتور عدد 1 رو به عنوان مثال 6 وارد کنیم و بخش ساب دیویژن رندر عدد رو 10 وارد کنیم. همونطور که میبینین تغییرات اتفاق میفته و اگر ما بخوایم که با استفاده از ابزار رندر رژیون فقط بخش مورد نظرمون رو رندر بگیریم، میتونیم ببینیم که در رندر هم به این صورت با رزولوشن بالا شکل تغییر کرده. در واقع در ازای هر 6 قسمت در ساب دیویژن ادیتور 6 قسمت هم در بخش ساب دیویژن رندر وجود داره که باعث میشه که شکل در نهایت به این حالتی که مشاهده میکنید در بیاد. با مجددا اعداد رو به حالت قبلی برمیگردم و همونطور که میبینین چند ضلعی مجدد برمیگرد. برای مشاهده تغییرات مجدداً عدد رو در اینجا 7 وارد میکنم و در این بخش عدد رو 10 یا 6 و همونطور که میبینید به حالت دایره در میاد. با زدن دکمه شیفت به علاوه آر پنجره در واقع پیکچر ویو که پنجره رندرگیری هستش باز میشه و یک رندر از شی رو که ما ایجاد کردیم رو به ما به صورت تصویر به نمایش در میاره. همطور که می‌بینید تصویر بسیار رزولوشن مناسبی داره و دقیقاً همونطوری هستش که مد نظر ما بود. پس ما با تغییر دادن پارامترها و با استفاده از ابزار هایپر نربز تونستیم یک شکل رو با رزولوشن پایین و به صورت عادی به وجود بیاریم و با استفاده از ابزارهایی که بخش هایپر نربز در اختیار ما قرار داد رزولوشن تصویر رو بالا ببریم. حالا شما می‌تونید با استفاده از ابزاری که سیو ذخیره کنین که به عنوان مثال من در اینجا به عنوان JPEG تصویر رو ذخیره میکنم، حالت بیت رو در حالت پیش‌فرض میذارم باشه و با زدن کلید اوکی نرم افزار مسیر میگیره که این تصویر در کجا ذخیره بشه، که من به عنوان مثال دسکتاپ رو انتخاب میکنم و یک اسم به این تصویر میدم و با زدن کلید سیو تصویر در کامپیوتر من ذخیره میشه و سپس بعد از ذخیره کردن میتونم
به محلی که تصویر رو ذخیره کردم برم و نتیجه کار رو مشاهده کنم. منتظر میشم تا تصویر لود بشه. همطور که میبینین تصویر دارای رزولوشن خوبی هستش. خب به نرم افزار سینما 4D برمیگردیم. همچنین برای افزایش بخش های مختلف آبجکت و یا همون رزولوشن آبجکت که بتونین کارهای بیشتری انجام بدین، میتونین بعد از انتخاب آبجکت در اینجا و از بخش سگمنت با تغییر عددی که در بخش سگمنت هست بخشای بیشتری رو برای آبجکت ایجاد کنید. ولی لازم به ذکره که بدونید با افزایش بخشای آبجکت و در واقع سنگین‌تر کردن گرافیک آبجکت در زمان رندر فشار خیلی زیادی به کامپیوتر شما میاد. به عنوان مثال من در اینجا بخش سگمنت در محور زد رو 10 وارد میکنم. همطور که میبینید تصویر بهتر و تغییرات بیشتری روی تصویر اتفاق میفته. به عنوان مثال عدد 20 رو به 50 ارتقا میدم تا ببینم نتیجه چه خواهد شد. همطور که میبینید تغییرات به خوبی قابل مشاهده هست که شما میتونید به راحتی این تغییرات رو ببینید. بعد از تغییر بخش سگمنت در محور زد و عدد 10 با زدن کلیدهای شیفت و آر مجددا به پنجره ویو پیکچر میرم تا یک بار دیگه رندر رو و نتیجه رندر رو مشاهده کنم. همونطور که می‌بینید با زوم کردن به راحتی قابل مشاهده هست که تفاوت با تصویر قبلی خیلی هستش، چرا که ما بخش‌های مختلفی رو برای این آبجکت ایجاد کردیم و در واقع با استفاده از ابزارهایی که سینما 4D در بخش هایپر نربز در اختیار ما قرار داد تونستیم که یک مکعب رو به صورت کامل به یک کپسول تغییر شکل بدیم و در واقع با نرم کردن اضلاع مکعب به این شکل دست پیدا کردیم که به این کار در واقع اسموز کردن با استفاده از ابزار هایپر نربز گفته میشه. خب پنجره رو میبندیم. در ادامه به ایجاد یک آبجکت دیگه با استفاده از ابزار هایپر نربز میپردازیم. با زدن کلید اسکرول موس به پنجره قبلی یعنی پرسپکتیو برمیگردم، آبجکت رو انتخاب و حذف میکنم، پنجره به صورت پیش‌فرض به من نمایش داده بشه و حتی میتونم از بخش لی‌آوت تصویر و یا در واقع همون اینترفیس رو به حالت استاندارد برگردونم. یک آبجکت رو در اینجا وارد میکنم به عنوان مثال همین مکعب. مجددا ابزار هایپر نربز رو به اینجا اضافه کرده و کیوب رو زیر مجموعه هایپر نربز قرار میدم. حالا نیاز هستش که من این شکل رو به حالت دیسک در بیارم، بنابراین مجدد به بخش سگمنت میرم، عدد رو در اینجا 5 قرار میدم و با تغییر دادن طول در محور زد که در اینجا باید کاهش طول داشته باشیم میتونم دیسکی رو که نیاز دارم رو ایجاد کنم و حتی با کم کردن عدد محور زد دیسک مورد نیاز من ایجاد میشه. برای مشاهده میتونم با استفاده از ابزار روتیت این دیسک رو بچرخونم تا دید بهتری به این آبجکت داشته باشم. به بخش پنجره کنترل پنل میرم و آبجکت رو انتخاب میکنم. در بخش سگمنت میتونم با افزایش عدد مثل آبجکت قبلی در واقع به رزولوشن بهتری در مورد این اشیا دسترسی داشته باشم. و این شکل که مشاهده میکنیم و حتی میتونم با تغییر عدد در محورهای Y و X اشکال بیشتری رو ایجاد کنم. Subdivision Surface رو انتخاب میکنیم و در بخش Subdivision Editor عدد رو 6 وارد میکنیم و همینطور در بخش Subdivision Render هم عدد رو 6. در صورتی که با چنین تصویری مواجه شدید این یعنی این که مقدار عددی که در اینجا وارد کردید عدد بسیار بزرگی هستش. پس من این عدد رو به نصف یعنی 3 کاهش میدم و همطور که میبینید شکل حالت دایره‌ای بهتری میگیره و در واقع مشکل سیاه شدن تصویر هم به وجود نمیاد. و حالا من میتونم با دادن رنگ و ایجاد یک گرافیک بسیار زیبا برای این دیسکی که در اینجا ایجاد شده تصویر دلخواه خودم رو و در واقع همون اشیای دلخواه خودم رو ایجاد کنم. به عنوان مثال من میخوام که همین دیسک رو به یک آینه تبدیل کنم. به همین منظور باید از بخش متریال ها کمک بگیرم و در واقع یک حالت شیشه مانند رو به این آبجکت بدم. برای این منظور با دابل کلیک کردن در این بخش یک متریال رو ایجاد کرده و
این متریال رو به آبجکت اختصاص میدم تا تغییراتی رو که روی متریال پیاده میکنم روی آبجکت پیاده بشه. سپس با دابل کلیک کردن روی متریال به کنترل پنل این متریال میرم تا تغییرات لازمه رو در اینجا اعمال کنم. اگر یادتون باشه ما در قسمت قبل و در بخش آموزش نصب نرم افزار سینما 4D به شما یاد دادیم که چطور متریال های مختلفی رو وارد نرم افزار سینما 4D کنید. به همین منظور ما در اینجا میریم که از اون متریال ها استفاده کنیم و در واقع شکل شیشه مانند رو به آبجکت خودمون بدیم. برای استفاده از متریالی که قبلا وارد سینما 4D کردیم به بخش پرزنتس میرید، البته از سربرگ کانتنت بروزر برادکاست رو انتخاب میکنید، بخش 3D Object و گزینه گلاس وی رو انتخاب میکنید و یکی از متریال هایی که به عنوان متریال شیشه هستش رو در اینجا انتخاب میکنید و با درگ کردن روی آبجکت و رها کردن میتونید اون حالت و در واقع متریال شیشه رو به آبجکت خودتون اختصاص بدید. به این صورت که این متریال رو به آبجکت اختصاص میدم، میتونم به راحتی با زدن کلید مثبت در اینجا به صورت کاملتر کنترل پنل رو در اختیار داشته باشم. به سربرگ آبجکت برمیگردم و در واقع متریال هایی رو که اینجا ایجاد شده رو میتونم انتخاب کنم و اونی که نیاز نیست رو به صورت کامل پاک کنم. با کم کردن تعداد سگمنت ها یا همون بخش ها در اینجا میتونم به تصویر بهتری دسترسی داشته باشم و هم که فشار بیشتری به کامپیوتر نمیاد. و همونطور که مشاهده میکنین با اختصاص دادن متریال شیشه به این آبجکت مورد نظر ما در این بخش، آبجکت به صورت شیشه و شفاف به نمایش در میاد. موضوعی که در اینجا مطرحه حتما و حتما شما باید با تمرینات خاصی که با استفاده از پارامترها میتونید انجام بدید، آبجکت رو به صورت کامل تحت کنترل در بیارید. خب به حالت قبلی برمیگردیم. خب تا اینجا یاد گرفتید که چطور از ابزار هایپر نربز استفاده کنید و در واقع مدل های مورد نظر خودتون رو طراحی کنید و بسازید.